عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیز. امیدوارم هر کجای دنیا که هستین شاد و سربلند و پیروز باشین. خب دوستان، در فضای مجازی آدم چیزایی رو میبینه که بعضا شوکه میشه یا تعجب میکنه که ما داریم در چه فضا و چه جامعه‌ای زندگی میکنیم. یکی از اون اتفاقات عجیب و غریب که این روزها به هر حال توجه من یکی رو به خودش جلب کرد این بود که خانم سالومه سیدنیا یک فیلمی رو منتشر کردن در صفحه اینستاگرامشون که سرکار خانم فرح پهلوی با ایشون تماس گرفتن بابت درگذشت سگ خانم سالومه سیدنیا تریسی و به ایشون دارن پیغام تسلیت رو میگن و سالومه هم در جواب میگه که مثلا دیدید شهبانو چه بلایی سرم اومد و چه اتفاق دردناکی افتاد و اینا. به هر حال قابل درک هستش که یه فردی که یک سگی رو داره 14-15 سال باهاش زندگی کرده، اون موجود براش موجود بسیار ارزشمند و عزیزیه. طبیعی است که وقتی هم از دستش میده ناراحت باشه، حتی اشک بریزه. تا اینجا قضیه کاملا امر طبیعی رخ داده. نکته‌ای که دردناکه اینه که شهبانوی یک مملکت زنگ بزنه به خانم سالومه سیدنیا و بخواد درگذشت سگش رو تسلیت بگه و ایشون هم اون فیلم رو ضبط بکنه و منتشر بکنه. دقیقاً یه همچین امری رو ما چند وقت پیش در ارتباط با سرکار خانم شهناز تهرانی هم شاهدش بودیم که آقای رضا پهلوی تماس گرفتن و بهشون دلداری دادن. یعنی واقعا اینها در اپوزیسیون هیچ گرفتاری و دغدغه دیگری ندارن که منتظرن ببینن سگ کدوم مجری تلویزیونی از دنیا میره که زنگ بزنن بهش و پیام تسلیت ارسال بکنن. آخه احمقانه نیست به نظرتون؟ سخیف نیست یه همچین حرکتی؟ حالا ما میگیم که اصلا خانم پهلوی، خانم فرح پهلوی بسیار انسان اخلاق مداری هستن، خواستن به نوعی دلداری بدن به سالومه سیدنیا. این که ایشون این فیلم رو ضبط کنه و پخش کنه معنیش چیه؟ چه اتفاق مثبتی؟ به جز این که الان رسانه های داخل ایران به خصوص اون رسانه های ارزشی و اصولگرا این رو کردن پیرن و عثمون دارن پخش میکنن و با تیتر محل سگ و این داستانا دارن سعی میکنن که این پدیده رو به استهزا بکشونن. چرا ما باید خودمون رو در موقعیتی قرار بدیم، خودمون رو در فضای قرار بدیم که گروه های بیان و ما رو مورد تمسخر قرار بدن؟ این نکته‌ایه که واقعا دردناکه. یعنی ما زمانی که داریم پیشگامان، رهبران و افرادی که به هر حال صاحب نفوذ و صاحب تأثیر هستن در جریان اپوزیسیون رو میبینیم که انگار هیچ دغدغه دیگری ندارن به جز این که تماس بگیرن با خانم سالومه سیدنیا. اون هم کدوم خانم سالومه سیدنیا؟ کسی که کارمند شبکه من و تو بود و من و تویی که به بلایی نبود که سر فرهنگ و ساختار ذهنی مردم به ویژه در جامعه داخل ایران نیورده باشه. بس کنید این اقدامات پوپولیستی رو. همان گونه که ما به مسئولین داخل مملکت، از رئیسی احمدی نژاد یا هر فرد دیگری، فرقی نمیکنه، بابت اقدامات پوپولیستیشون انتقاد میکنیم و بهش اعتراض میکنیم، اینجا هم تفاوتی نداره. اینکه احمدی نژاد زمانی که رئیس جمهور بود راه میافتاد تو کوچه پس کوچه ها ببینه آسفالت کدوم خیابون یا کوچه مشکل داره که سری دستور بده حلش بکنن، خب برای ما احمقانه به نظر میرسید. میگفتی مملکت کلی مشکل و موزل داره، تو راه افتادی رفتی توی کوچه جنوب شهر ببینی مثلا آسفالت این کوچه خوب هست یا نه، دستور بدی بیان اصلاحش کنن. یا آقای رئیسی زمانی که در همون بحبوحه کرونا که تازه به مقام ریاست جمهوری رسیده بود راه میافتاد تو کوچه پس کوچه ها میرفت توی داروخونه ها ببینه دارو هست دارو نیست. اصلا وظیفه رئیس جمهور یک مملکتی نیست که انر بره توی داروخونه ببینه که کجا دارو خوبه کجا دارو. یک سری مسئولیتی است که باید به نیروهای زیر دستش بده که برن رصد بکنن فضا رو بسنجن و نهایتا بیان گزارش بدن.
یا رئیس مجلس جناب آقای قالیباف در دوره های قبلی میدیدیم بلند شده رفته نمیدونم توی شهرستانی به مردم مثلا آذوقه برسونه. آقا شما مگه مؤسسه خیریه داری؟ شما وظیفت قانونگذاریه، تبیین قوانینه که اون رو هم به خوبی بلد نیستی انجام بدی. لازم دونستم این نکته رو تذکر بدم. ببینید ما خودمون رو نباید به گیجی و منگی و به قول معروف اون راه بزنیم. چرا؟ هر کسی در هر قالبی، در هر مجموعه‌ای، در هر ساختاری اقدام پوپولیستی انجام میده، این اقدام محکومه. این همه ما کودک کار داریم، این همه افراد نیازمند داریم، این همه آدمی داریم که فرزندانشون رو از دست میدن، شما به دونه دونهشون تماس میگیرید. چه حالا به واسطه از دنیا رفتن سگ خانم سالم سیدنیا خودت رو در واقع اومدی تو این فضا قرار دادی که تماس بگیری و تسلیت بگی. شما به انسان‌ها چقدر ارزش گذاشتید که حالا به سگ خانم سالم سیدنیا بخواید بذارید. نکته بعدی این هستش که در اخبار تکمیلی گفته شده که آقای صادق زیبا کلام روز گذشته زمانی که داشتن میرفتن به سمت نمایشگاه کتاب بازداشت شده. دقیقا هم بنا بوده که برن رونمایی بکنن از کتابی با این مضمون، حالا من اسمش رو شاید کمی به اشتباه بگم، با این مضمون که چرا تا کنون من را نگرفتند. تو مسیر رفتن به نمایشگاه کتابشون رو دستگیر میکنن برای اینکه برن حکمشون رو که قطعی شده رو اجرا بکنن. خب این حکم نباید ابلاغ بشه؟ بعد آیا لزومی داشته که ایشون بازداشت بشه برای اجرای حکم؟ خیلی راحت میشد حکم رو ابلاغ بکنن به منزل ایشون، ایشون هم در یک تاریخ مشخصی برای در واقع مجازاتش خودش رو به زندان اوین معرفی بکنه. مگه قاتل گرفتی؟ الان بحثی نیستش که زیبا کلام اصلاح طلب اصولگراست، نفوذیه، نمیدونم باید زندانی میشده نباید زندانی میشده، اصلا الان بحث اینا نیست. بحث اینه که شما اگر حکم ایشون قطعی شده باید بهش ابلاغ میکردی و یک تاریخی رو مشخص میکردی که ایشون خودش رو معرفی بکنه به اون ندامتگاه یا زندانی که باید دوره محکومیتش رو سپری بکنه. همینجوری از کف خیابون کندین بردینش و درست در همین بزنگاه حکم جناب آقای رامین، یعنی همسر یا حالا همسر سابق یا همسر فعلی نمیدونم خانم افشار، خانم مهناز افشار، تغییر پیدا کرده. یعنی شما تصور بکنید ایشون یک حکم بدوی داشته که نمیدونم 17 سال زندان بوده، 2 میلیون دلار باید غرامت پرداخت میکرده، درخواست تجدید نظر میده، در دادگاه تجدید نظر ایشون در واقع براءت حاصل میکنه از تمام جرایمی که در واقع بهش محکوم شده بوده، بری میشه. حالا اون دستگاه مربوطه که زیر نظر ظاهرا سازمان هلال احمر فعالیت میکرده درخواست فرجام، دادخواست فرجام خواهی خودش رو داشته. در فرجام خواهی به صورت ماهوی به یک پرونده رسیدگی نمیشه، به صورت شکلیه. فقط صرفا در فرجام خواهی رسیدگی به این معنیه که ببینن آیا حکمی که صادر شده حکم درستی بوده، مجازات منطبق بر قانونی بوده یا نه. در صورتی که نبوده باشه اون در واقع دیوان عالی کشور میاد پرونده رو دوباره ارجاع میده به دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد و صدور حکم، یا در مواردی به یک دادگاه هم عرض دیگر پرونده رو احاله میکنه تا اونها رسیدگی رو انجام بدن و حکم رو صادر کنن. چگونه دیوان عالی کشور طبق آن چیزی که در خبرگزاری تسنیم درج شده
آمده حکم دادگاه تجدید نظر رو رد کرده و خودش رسیدگی کرده و حکم صادر کرده که جناب آقای رامین 3 سال فکر میکنم 2 سال حبس و قریب به 870 هزار یورو هم باید جریمه پرداخت کنه. بعد گفته شده که ایشون در زمانی که زندان بودن یک بخشی از داراییشون رو از طریق خانم مهناز افشار از ایران خارج کرده بودن. خب بعد از این هم که اعلام براءت حاصل کردن در دادگاه تجدید نظر به سرعت ایران رو ترک کردن. از اعلام حکم، یعنی از اعلام حکم در دادگاه تجدید نظر به مدت 20 روز اون زینفی که در واقع شکایت داره به مدت 20 روز وقت داره بره شکایتش رو تنظیم بکنه و تقدیم دیوان عالی کشور بکنه برای فرجام خواهی. الان آقای رامین که نزدیک 6-7 ماه از این مملکت خارج شده، اصلا ایران نیست. مهلت 20 روزه شما 6 ماه پیش تمام شده. دستگاه مربوطه. چجوری شما این بازه 20 روزه رو نادیده گرفتین؟ بعد رفته دیوان عالی کشور، فرجام‌خواهی تایید شده و حکم جدید صادر شده برای کسی که اصلا تو ایران زندگی نمی‌کنه و کل دارایی و سرمایه و پولش هم برداشته با خودش برده. الان هم همسرش یا همسر سابقش یا همسر فعلیش یا پارتنرش، نمیدونم الان خانم مهناز افشار چه حکمی داره برای آقای رامین. الان هم خانم افشار داره عکس از دوران بارداریش میگذاره، از عکس از شیشه های مشروب در آشپزخونه خونش در نمیدونم کجا میذاره. همه ما رو شما به مسحکه تبدیل کردیم. آقای رامین، فرزند اون آقای رامین بزرگ که معاون مطبوعاتی دوران آقای احمدی نژاد بود، سلاخی کرد خبرنگاران و روزنامه ها و جراید مطبوعاتی رو در دوران مدیریتش. همین آقای رامین هم که از خطبه عقدش رو درخواست کرده بودن آقای خاتمی بخونه. همه این اتفاقا مربوط به 1000 سال و 30 سال و 40 سال پیش نیست، مال همین 7-8-10 سال اخیره. بعد آقای رامین اون بطری های مشروب چی میگه، نمیدونم عکس آنچنانی خانوم چی داره میگه، شما کین از کجا اومدین، شما که همه چی رو واسه مردم ممنوع کردین، خونه های خودتون شده منبع همه آن چیزهایی که برای مردم معمولی و عادی ممنوعه. بعدم آقای رامین تشریف بردن اون ور مرز با بی بی سی مصاحبه کردن و از اینکه اصلا مخالف جمهوری اسلامی هستن دارن سخن میگن. تا کی میخواید مردم رو مسخره کنید؟ تو چرا باید مخالف جمهوری اسلامی باشی؟ آزادت کردن، فرستادنت با کلی سرمایه و دارایی و پول و پله این برای آب، تازه الان که خارج از ایران هستی برای یه حکم صادر شدی که آقا ایشون باید مثلا 870 هزار یورو هم پرداخت کنه، که پس فردا اگر مردم انگشت اتهام به سمت قوه قضاییه گرفتن بگن آقا ما محکومش کردیم ولی ایران نیست، پس قابلیت اجرا شدن نداره این حکم. خیلی هم بعید به نظر میرسه که جمهوری اسلامی با کشور آلمان تفاهم نامه استرداد مجرمین امضا کرده باشه. حالا اگه این آقا در ترکیه زندگی میکرد میگفتیم میرن گوششو میپیچونن کتبسته میارنش ایران، ولی تو آلمان از این خبران نیست. یک ملغمه درست کردید از فضاحت هم در اپوزیسیون هم در داخل کشور. معلومه که در این اوضاع وانفسا آقای مهدی نصیری براتون ابو عطا میخونه، آقای شهرام همایون براتون میشه لیدر یک جریان سیاسی و همایش برگزار میکنه، خانم پانتا مدیری میشه قطب عالم امکان آزادی خواهی. به همین راحتی ما هم داریم دور خودمون میچرخیم،
داریم مثل دوران قاجار به شخصیت‌های سیاسی لقب میبخشیم، به اون میگیم اعلیحضرت همایونی، رضاشاه دوم، به اون یکی میگیم نمیدونم رضاشاه سوم، به اون یکی میگیم نمیدونم قهرمان ملی ما فلان. من فکر میکنم که شرایط شرایطی است که ما کمی باید هوشمندانه تر، آگاهانه تر و خرد با خرد ورزی بیشتر هم مسائل رو رصد بکنیم و در تصمیم گیری های خودمون هم به شدت باید این عقلانیت رو به خرج بدیم. انتظار من از خانم فرح پهلوی بسیار بیش از اینی بود که دیدم. ایشون قطعا میدونه تماس گرفتنش با خانم سالم سیدنیا حواشی خاص خودش رو داره. حداقلش کسی که این رابطه رو برقرار کرده، این تماس رو برقرار کرده، حتما باید گوشزد میکرده به خانم سیدنیا که خانم محترم تصویربرداری از این مکالمه نشه، این مکالمه ضبط نشه، اگه ضبط میشه پخش نشه. بی خود نیست در دوران پهلوی اسدالله علم بارها بارها بابت این قبیل اقداماتی که حالا به یک شکل و صورت دیگری در اون دوره اتفاق می افتاد با شاه صحبت میکنه و میگه اعلی حضرت این فاصله رو سعی بکنید که حفظ بکنید. برای حفظ اقتدار حکومت و شخص شاه و البته خاندان سلطنت لازمه که یک فاصله با مردم وجود داشته باشه، نه از حیث این که اینا فخر بفروشن، هم از منظر مسائل امنیتی و هم این که اسدالله علم اون زمان متوجه شده بود نزدیکی بیش از اندازه به مردم باعث میشه که از اون وجاهت خارج بشن، یعنی مسئولین مملکتی از اون وجاهت سیاسی خودشون خارج میشن، چون مردم وقتی احساس بکنن یک فردی حالا چه در قالب سیاستمدار چه در قالب رهبر خیلی دم دستیه، دیگه اصلا جدیش نمیگیرن. این به اون معنی نیستش که اون پادشاه یا اون رهبر مستبد باشه، دیکتاتور باشه، اجازه نده کسی ازش نقد بکنه، تو دل و روده مردم نباشه، ولی نقد آزاده. به نظر من هم در دوره پهلوی هم در شرایط فعلی هر آدمی باید بتونه از بالا تا پایین این مملکت رو نقد بکنه، به چالش بکشه. ولی آیا لازمه رئیس جمهور یک مملکت یا شخصیت‌های سیاسی دیگر همینجوری قور بخورن وسط مردم و دور بزنن و مثلا فرض کنی رئیس جمهور با دوچرخه بره سر کارشو، بره تو صفحه نونوایی وایسه نون بگیره بو. خب این دیگه میشه در واقع یک سری اقدامات پوپولیستی غیر قابل هضم و غیر قابل فهم. در نهایت امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. صرفا خواستم بگم که شرایط ما یک شرایط عجیب و غریبه. امیدوارم که دوستان در هر نقطه‌ای از جهان که هستن همواره سلامت و پیروز باشن.